ظاهرا نمایندگی نوع کابل بانک اینجا در نزدیک سفارت امریکا یا چهارراهی مسعود هدف قرار گرفته. کسایی که در اینجا هدف قرار گرفتن کسانی بودند که برای گرفتن معاش آمده بودند، که میخواستن معاش بگیرن و برای عید آمادگی بگیرن تا خوشی های عید را در کنار خانواده خود جشن بگیرن. دیار افغان بپور که بده اختر شپور که غم جور شو نو دیدی باخر سی کیگی مجبور زخمیان و لیدل پسند بود بیل کل خوز دل در بابوم لیدل لار سه بس شبخانه تا انتقال شو خود دوم را دا چه باید اشرف غنی باید داغن نور استفاده باید داره که دیجه صورت گرفت ما فقط فاصله ما کمک دورتر بود روی یک ست متر با کامده میجه انفجار شد و انفجار است که اصلا مسلمانی کار نمیکنه ولی دولت مردای ما به شمول اشرف غنی و عبدالله و آقای اتمر اینا باید از خواب غفلت بیدار شوند. تمام مردم مظلوم ما را یا به خاک و خون کشاندن، اکثرا مردم مظلوم و بیگناه و بیدفاع هستن. شما میبینید مامورین از منصبدار راست کل این پشت ماش خود رفته بودن. به گفته وزارت داخلی افغانستان در این رویداد دست کم 5 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کردند که نیروهای امنیتی که برای گرفتن معاش به بانک آمده بودند هدف اصلی این حمله بود. اما سخنگوی وزارت داخلی این ادعا را رد کرده میگوید تمام قربانیان رویداد غیر نظامیانند. در جریان انسداد محل رویداد میان شماری از نیروهای امنیتی درگیری لفظی رخ داد. درگیری که حتی منجر به این شد تا این نیروها به سوی همدیگر دست به معاش شوند.